بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم خدمت هر یک شما عزیزان. دوستان عزیز، شما میفهمید که خداوند متعال در این دنیا هم خانم ها را آفریده هم مرد ها را، ولی بر خانم ها بعض انعامات است در جنت، به می شکل برای مرد ها همچنان انعام است. و دوستان عزیز، کسایی که از دین مبین اسلام مطالعه می داشته باشند و دقیق می خوانند، اونا میگن عالی است. برای مردان مسلمان در جنت حورهای بسیار مقبول و خوشرویی در نظر گرفته شده است، زنان جنتی که از نزدیک شدن با او واقعا احساس خوب یک مرد می داشته باشد و این می تواند یک نام بسیار بزرگ برای یک مرد مسلمان باشد. دوستان عزیز، اینجا یک سوال است. وقتی که خانم های مسلمان همچون کارهای نیک را انجام می دهند و وارد بهشت میشند، به می شکل مردها همچنان به خاطر مردها حورهای جنتی در نظر گرفته شده، ولی به خاطر خانم ها چی در نظر گرفته شده؟ بعضی کسایی هستند که عقیده ایشان بسیار ضعیف است و میگند که این بسیار یک ناانصافی بزرگی است که در حق خانم ها می شود. اکثر علما به این نظر هستند که خانم ها شوهرایی که در این دنیا داشتند اونا را دوباره در بهشت به دست میارند. ولی سوال اینجا مطرح می شود که این ناانصافی نیست؟ برای یک مرد چندین دانه حور و خانم خودش در نظر گرفته شده، ولی برای یک خانم چی امتیاز در بهشت گرفته شده؟ وقتی که یک مرد میتونه که خانم خود را دوباره به دست بیارد، خب خانم هم شوهر خود را به دست میارد دیگه، چی نیاز است به حورهای بهشتی؟ به می شکل یک خانم از دکتر سید زاکر نایک بسیار به خنده سوال پرسان میکنه که برای مردا در جنت حورهای بهشتی در نظر گرفته شده، پس خانم های مسلمان چی گناه دارند که بر اونها کدام امتیاز در نظر گرفته نشده است؟ And I'm a student. I would ask, would like to answer your question, Zakir bhai. A man will have hoor, that is beautiful maidens, when he enters paradise. What will a woman get when she enters paradise? دوستان عزیز، یکی از برنامه‌های بسیار گذشته دکتر صاحب زاکر نایک است که در یک اجتماع این دختر خانم از دکتر صاحب زاکر نایک بسیار به خنده سوال میکند که میگه در جنت برای مردهای مسلمان حورهای بهشتی در نظر گرفته شده است، بنابراین بر یک خانم مسلمان چی امتیاز در بهشت در نظر گرفته شده است؟ دوستان عزیز، وقتی که دختر خانم این سوال را پرسید، همه ای تالار به خنده درآمدند و به یک شکل این سوال شرم‌آمیز بود به این دختر خانم. و وقتی که دکتر صاحب زاکر نایک به پاسخ دادن شروع کرد، همه ای تالار به صحبت های دکتر صاحب زاکر نایک مخکوب شدند. دکتر صاحب زاکر نایک میگه که خداوند متعال در قرآن مجید تقریبا در 4 جای از حورهای بهشتی صحبت کرده. خداوند متعال در قرآن مجید در سوره دوهان در مورد حور ارشاد فرموده است. در قرآن مجید در سوره تور همچنان خداوند متعال در مورد حور صحبت کرده است. به می شکل در قرآن مجید در سوره رحمان همچنان خداوند متعال در مورد حورهای بهشتی ارشاد فرموده است. به می شکل در ادامهش خداوند متعال در سوره واقعه همچنان در مورد حورهای بهشتی ارشاد فرموده است. پس ما نتیجه می گیریم که خداوند متعال در 4 جای در مورد حورهای بهشتی ارشاد فرموده است. دکتر صاحب زاکر نایک می گه اول باید با کلمه حور آشنا شویم که کلمه حور به چی معنی است. دکتر صاحب زاکر نایک میگه که معنای لغوی کلمه حور در عربی به معنای خوبصورت، مقبول یا میشه گفت انسان ساخته شده از مقبولی زیاد. بنابراین گفتم میتوانم که خداوند متعال خودش در قرآن مجید در 4 جای در مورد حورهای بهشتی صحبت کرده و ارشاد فرموده است. و سوال اینجا خلق میشود که حورها خب فقط برای مردان مسلمان در بهشت است، پس بنابراین به گفته دختر خانم که از دکتر صاحب زاکر نایک سوال کردن، برای یک خانم مسلمان در بهشت چی امتیاز در نظر گرفته شده است؟ As beautiful maiden. If the word hoor means a beautiful maiden, it means a beautiful maiden, then what will دوستان معزز، دکتر صاحب زاکر نایک به پاسخ دادن شروع کرد و اینجاست که تیم رساینفو یک معلومات اضافی را خدمت شما تقدیم میکنه. دوستان عزیز، تا جایی که ما تحقیق کردیم، کلمه حور از احوار گرفته شده است، یعنی حور جمع از احوار هست. به طور مثال اگر ما چند دانه کلید داشته باشیم، میتوانیم برشان بگیم که کلیدها. اگر یک دانه کلید باشه، بنابراین به او میگیم که کلید، نمیگیم که کلیدها. دقیقا مثل همین، اگر تعدادشان زیاد باشه و او را بخوایم که به حساب جمع صحبت بکنیم، یک کلمه بسازیم، بنابراین
میگیم که هور جمع از احوار، یعنی جمع از احوارهای بهشتی. بنان برداشت میکنیم که کلمه هور از احوار گرفته شده و ای به این معنا نیست که به خاطر مردها است یا به خاطر خانم ها. جمع از احوار را هور میگن، یعنی که هور میتواند که خانم باشد یا میتواند که مرد باشد. دوستان عزیز، دکتر صاحب ذاکر نایک که کلمه احوار را اصلا مطلبش به ما بیان میکند که احوار چی است و این بسیاری از دوستان ما نمیفهمد که چطور امکان دارد که هورها هم زن باشد و هم مرد. Actually, the word hur is a plural for ahwar, which is applicable to the man, and hawar, which is applicable to the woman, and it signifies the characteristic of hawar. دکتر صاحب ذاکر نایک میگه که اگر معنی واقعی هور یا احوار را بدانیم، به این معناست که شخص با چشمان بسیار مقبول و سفید، و خصوص اون انسانی که چشمانشان بسیار سفید و مقبول باشد. دکتر صاحب ذاکر نایک میگه که لفظ هور یا احوار ان قریب لفظ دیگری عربی است که به نام مطهرات است و این در قرآن مجید در سوره نساء و در سوره بقره همچنان ذکر شده است، که البته کلمه مطهرات که به معنای پارتنر یا هم شریک است. یا میشه گفت شریک زندگی یا خانم شوهر، کسی که تا آخر زندگی امروی از او وقت تا سپری بکنی. و بعدم دکتر صاحب ذاکر نایک جمله را استفاده کرد که در تمام برنامه دختر خانم منتظر از او جواب بود و میخواست او جواب را از دهن دکتر صاحب ذاکر نایک بشنود. In Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 25, and Surah Nisa, chapter number 4, verse number 57, it says, Azwajun Mutaharatun, which means companion, pair. So the word Hur is rightly translated by Muhammad Asad as spouse, and also by Abdullah Yusuf Ali. دکتر صاحب ذاکر نایک در ادامه میگه که یک عالم بسیار بزرگ زبان عربی که به نام محمد اسد است، میگه از نگاه عربی و ادبیات عربی اگر کلمه هور یا احوار را ترجمه بکنیم و در پالویش معنای ازواج المطهرات را همچنان با این مقایسه بکنیم، معنایش میشه اسپاوس. معنای اسپاوس، دوستان عزیز، به معنای شریک زندگی است، یا هم میشه به شکل عامیانه اگر بگویم خانم یک شخص را اسپاوس میگن. دوستان عزیز، دکتر صاحب ذاکر نایک صحبت‌های خود را به شکل خلاصه گفت. بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که هور یا احوار اصلا در قرآن مجید و هیچ کس دیگر در مورد از این صحبت نکرده که هور یا احوار خانم است یا مرد. یعنی در بین مردم شایع است که هورهای بهشتی است، تنها به مردو است، ولی تا به حال ذکر نشده است که هورهای بهشتی تماما خانم ها هستند یا هم مرد در بینشان است. منظورش از هور همی است که یک شریک خوب زندگی در جنت شما نصیب می شود. ایره نگفته که تنها مردها مستحق هورها هستند. دکتر صاحب ذاکر نایک ایره واضح گفت. گفت که وقتی که ما میگیم، یعنی در قرآن مجید ذکر است که برای مردها هورهای بسیار مقبول و با چشمان کلان و سفید نصیب مردهای مسلمان می شود در بهشت، به می شکل برای خانمها همچنان مردهای بسیار مقبول و چشمان سفید نصیب خانمها همچنان من حیث شریک زندگیشان یا شوهرشان نصیبشان می گردد. یعنی مرد بسیار نیک، انسان بسیار خوب با چهره خوب و با چشمان سفید و مقبولی زیاد نصیب خانم میگردد. و همینجا بود که دکتر صاحب ذاکر نایک جواب خوب داد. دوستان عزیز، در این شرایط اگر از هر علمای دین مبین اسلام این هزار کدامشان این سوال بپرسی که برای مردها در بهشت چی است، اونا میگند که برایشان هورها در نظر گرفته شده. اگر بپرسی که برای خانمها چی در نظر گرفته شده، جواب منطقی ارائه کرده نمیتواند. و دکتر صاحب ذاکر نایک این واضح ساخت، یعنی منظور از هور یک انسان بسیار مقبول، چشمان سفید و یک انسان بسیار نیک، برای خانمها شوهر است و برای مردها خانم است.
دوستان نهایت عزیز، نظر شما چی است در این مورد؟ آیا دکتر صاحب ذاکر نایک صحبتایی که کردن قابل قناعت شما بود یا ای که شما معلومات اضافه‌ای دارید؟ اگر معلومات خوب و موثق دارید، بنان دریغ نکنید و با ما شیر کنید. کامنت های زیبایتان را بنویسید، لایک های زیبایتان را به ویدیو بکوبید و کانال رسائل را حتما سابسکرایب بکنید. تا دیدار بعد، اوقات و لحظات همتان خوش. خداوند متعال نگهدار همه ما باشد.